شده بابک. در هفته های گذشته این خط و نشان ها کم نبوده، بیشتر هم از سوی اسرائیل و حالا تهران تایمز هم نقشه اسرائیل و اهدافی که فکر میکنه به مد نظر ایرانه. چه واکنش هایی رو در اسرائیل داشته؟ بله، اما طوری که گفته دیوشا، خط و نشان کشیدن ها بین دو کشور ادامه داره و هر طرف سعی میکنه که طرف دیگر را از عواقب اعمال خودش برحذر بکنه. اسرائیل خط قرمز خودش را رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای اعلام کرده و جمهوری اسلامی ایران هم حمله نظامی به کشور خودش را خط قرمز خودش میدونه. همونطوری که گفتیم در تهران تایمز مقاله‌ای که در برای برحذر داشتن اسرائیل چاپ شده بود و نقشه هم در اونجا گذاشته شده بود که بسیاری از اماکن را نقطه گذاری کرده بودند، در اسرائیل گفته شد که این نقشه بسیار ناشیانه تهیه شده و به جز همه شهرهای اسرائیل، بیابانها، کوه و دشتها و جاده های اسرائیل هم علامت گذاری شده. مناطق فلسطینی نشین چون جنین و رام الله و همچنین بینور بیرون از مرزهای اسرائیل در جنوب لبنان هم مکانهایی را نامگذاری کرده و علامت گذاری کرده. در هر صورت آنچه که امروز یدیوت اخرانوت در سرمقاله خودش ترسیم کرد تصویری بس ناخوشایند و خطرناک هستش. یدیوت اخرانوت امروز در مقاله خودش نوشت که این در اسرائیل دیگر از حمله نظامی به ایران سخن گفته نمیشه و از واژه جنگ استفاده میشه، یعنی اینکه اسرائیل در حمله نظامی به ایران در وقتی که بدونه که ایران میتونه اولین بمب هسته‌ای خودش را بر روی یک موشک بالستیک کار بذاره، بدون شک به ایران حمله نظامی خواهد کرد و نه تنها تأسیسات هسته‌ای ایران بلکه پایگاه‌ها، سدها و پل‌هایی را که ممکن استش که برای مقابله ایران به کار بیاد را مورد حمله قرار داد. این قرار خواهد داد. این حمله نه تنها پای اسرائیل و جمهوری اسلامی را در منطقه به جنگ خواهد کشید، یک جنگ تمام عیار، بلکه کشورهای دیگری چون سوریه، لبنان، عراق و یمن و البته ایالات متحده آمریکا هم پای اونها را به این منطقه باز خواهد کرد. در این مقاله نوشته شده که اسرائیل خودش را برای یک جنگ تمام عیار، یعنی مقابله با موشک‌هایی که از سوی عراق به اسرائیل شلیک خواهد شد، از سوی جمهوری اسلامی ایران، همچنین نیروهای نیابتی ایران در لبنان مانند حزب الله و همچنین در غزه مانند حماس آماده می‌کنه. تصویر ناخوشایندی هستش که امروز در مقاله‌های یدیوت اخرانوت